مرام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز زاویه، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشیم. باز هم مصاحبه داریم و یکی از قهرمان های کشور ما، کسی که در سال 2021 توانست مدال بگیره، با ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای رضایی به برنامه. تشکر، سلام عرض شما. سلام عرض ادب دارم خدمت شما. علیکم سلام. و تمام بینندگان عزیزی که ما رو تماشا میکنن. خوش آمدین به وطن. خیر باشین، تشکر. چی مدت بعد به وطن اومدین شما؟ ما یک ماه بود که ایران بودیم. قبل از ازبکستان کمپ تمرینی داشتیم و اومدیم ده اینجا و مسابقات اردن رفتیم و بعد از اردن مسابقات لبنان. بسیار عالی. میشه در مورد مسابقاتی که شما سپری کردین صحبت بکنیم؟ چطور بود مسابقه ها و چطور بود حریفات؟ ما تقریبا 10 روز پیش در مسابقات قهرمانی آسیا اشتراک داشتیم در شهر بیروت و این مسابقات هر دو سال یک بار برگزار میشه و بسیار از سطح بالای برخوردار است. خب از نام و نشانش مشخص است و خوشبختانه توانستیم از این مسابقات یک مدال برنز و یک مدال طلا که مدال طلاش توسط خودم کسب شد کسب کنیم. بسیار عالی. آره، و سرود ملی نواخته بشه در کل سالن. بسیار عالی. و حریفای من هم از کشور کویت بود و چین تایپه و پاکستان و کره جنوبی که با کره جنوبی فاینال مسابقه دادیم. مشکل ترینش کدام بود برای خودت که در شکست دادنش برخورد با مشکل شده باشی؟ تقریبا هر دو بازیکنی که چین تایپه و کره جنوبی، اینا شکست دادنشون سخت بود. و ما باز خدا شکر تونستیم شکست. باز هم بسیار زیاد تبریک باشه و افتخار آفریدی به کشور. و در مورد تمرینات بگو، در کجا تمرین کردی و چقدر امکانات داشتی، با چی امکانات تمرین کردی؟ ما خب در افغانستان امکانات خوبی نداریم و فدراسیون تکواندو بودجه خوبی نداره که بتونه امکانات خوبی در اختیار ما قرار بده و ما خودمان هم خب مهاجر هستیم و اکثر تمرینات ما در مشهد میگذرانیم. یک مربی مهاجر داریم به اسم محمد میردی، پیشون افغان هستن. بله، بسیار عالی. افغان هستن، پیشون ها تمرین میکنیم. و زمانی که اردوی تیم ملی باشه ما میاییم اینجا، یا کدام قرنطینه باشه در دیگر کشور یا در خود کابل، ما میاییم اینجا همراه با بچهای دیگه، بچهای تیم ملی یک جای میشیم، تمرینات انجام میدیم و اعزام میشیم به مسابقات. تمام ورزشکارا در کنار از اینکه ورزش میکنن شرایط اقتصادی خوب ندارن و ما شاهد از این هستیم. شما پروفشنال ورزش میکنین و مسابقه میکنین، در کنار ورزش حمایت مالی چطور دارین، ندارین، یا خودتون مثلا کار میکنین؟ در مورد از این میشه بگین برامون؟ یک مسئله مهمه که کسایی که حرفه‌ای ورزش میکنن و خدمت میکنن به افغانستان، یک مسئله بیزنسی نیست. یعنی ما الان، ما خودم شخصا، ما 1000 افغانی معاش دارم، گورم دو سال ازش دریافت نکردیم. ما 1000 افغانی معاش داریم و هیچ امکانات خاصی نداریم، هیچ حقوق نداریم که مثلا بتونه کفاف زندگی رو بده. ولی خب ما از عشقی که داریم، اما آرزو و هدفی که داریم، طبق همون تلاش میکنیم و وظیفه خود را میخواییم به نحو احسن برای مملکت انجام بدیم. این بسیار جای افتخار است که ورزشکارای ما با توانایی بسیار از لحاظ مالی بسیار کمی که دارن افتخار میافرینن و مدال طلا میگیرن. واقعا افتخار آفرینن. و میشه در مورد از این بگوییم که مسابقات بعدیتون در کجا هست؟ یا براتون تاریخش مشخص شد؟ یا کدام پلان بر مسابقات بعدی هم دارین، ندارین؟ مسابقات بعدی که هستش، اولین مسابقه پیش بود است مسابقات المپیک است که ما متاسفانه من خودم نیستم در اون مسابقات. حالا خب در جریان باشین که ما مسابقات کسب سهمیه رفته بودیم، کرونا تیم مثبت شد و ما را نماندن مسابقه بدیم تا که راه پیدا کنیم برای المپیک. و یک خیلی صدمه بزرگی برای ما و دولت حتی شد که ما نتونستیم راه پیدا کنیم برای المپیک. و از یک بابا دیگه هم که یک وایلد کارت آمد و یک نماینده تونستیم بفرستیم از طریق تکواندو برای المپیک. و اولین مسابقه یک ماه بعد است که یک نماینده داریم از تکواندو به اسم فرزاد مسعودی، اونا میرن. و بعد از اون مسابقه جانی است که اگر خدا بخواد خودم در اون مسابقات کاندید هستم و هدف ما این است که بتونیم طلای جانی رو کسب کنیم. بسیار عالی. و باز هم سرود ملی افغانستان در کل جهان. این که شما آمادگی ها گرفته بودین به خاطر بازی های المپیکی و حذف شدین، متاسفانه با علت از اینکه فکر کنم از تیم افغانستان چند شخص تست کروناشون مثبت بود، مقصر اصلی در این زمینه خودت کی را میدانی؟ چرا تو شد به خاطر مثلا یک نفر دو نفر، چرا تمام تیم باید قربانی بشه؟ نه، مقصر اصلی با نظر خودت کی بوده؟
قانون خب مانده بودن، اما خود کمیته برگزار مسابقات اگر 50% تیم کروناش مثبت شود کل تیم دیسکالیفای میشن، کل تیم حذف میشن. و ما متاسفانه مسئله ما این بود که یک تیم 6 نفره برده بود، یک تیم بسیار خرد برده بودیم، هیئت نبرده بودیم، کدام دکتر نبرده بودیم، کسی همراهی تیم نبرده بودیم که تیمون کلان شود. اگر تعداد 10-15 نفر اگر بودی اتفاق نمی افتاد. خب هم بستگی داره به بودجه دولت، خب بعضی وقتا کم روان میکنه یا نیاز هم نبود، چون ما تعداد بازیکن ها کم بودن و نتونستیم مثلا تعداد هیئت زیاد ببریم. و اگر دنبال مقصر باشیم، خب یک ویروس یک چیزی است که کل دنیا رو گرفته، نمیشه بگه که مقصر کی است یا کی نیست. چون ما اولین سفری هم بود که در این وضعیت کرونایی، ما اولین سفر ما بود که میرفتیم و تجربه خوبی نداشتیم از این بابت که چه رقم باید مدیریت شه و چه کار کنیم نکنیم. دیگه اولین سفر بود و مهمترین سفر و نمی بود که متاسفانه ما تیمان مبتلا شد. و پیام خودت برای ورزشکارایی که ورزش میکنن در داخل افغانستان و با امکاناتی که در داخل افغانستان ورزش میکنن چی است؟ مثل خودت چه قسم میتونن که مدال بگیرن؟ مخصوصا تکواندو کارا. دیروز یک برنامه بود در کمیته ملی المپیک، روز المپیک بود و خیلی از ورزشکارا که گپ میزدن بیشتر از مسائل مالی بود و که معاشمان کم است، پیسه سر وقت نمیرسه، چرا مثل مسائل مالی و همین مشکلات خودتم دارم. خیلی چیزا هست، مشکلاتی هست که خب حالا یک مسئله است که ما هر روز بیان کرده بریمش فایده نداره. اما از توانایی ها بگوییم و این که ما باید زحمت بکشیم دیگه، باید زحمت خود بکشیم. کسی عشق داره، طبق همو عشقی که داره، باید زحمت و تلاش خود بکشه و او به هدفش برسه. اگر به هدف رسیده باز حالا خب باز در کنار شاید پیسه یا شهرت یا چیزی نبیاد، ولی خب بیشتر باز هدف من کسب افتخار باشه و دل مردم بر یک چند روزی شاد کنیم. بسیار عالی. و پیامت به مردم چی است؟ مردمی که با مدال گرفتن خودت بسیار خوش شدن و احساس خوشی کردن و افتخار کردن به وجود خودت، پیامت برای اونا چی است؟ ما کوچک مردم هستیم، هر کاری کردیم وظیفه ما بوده و تشکری میکنم از دعایشان که ما رو دعا کردن و یک آرزوی دارم که انشالله آرامش بیده ای وطن، صلح، امنیت و اقتصاد مردم. ما خود ایده ای وطن متاسفانه کسای زیاد داریم که فقیر هستن، انشاءالله اقتصاد افغانستان بالا رشد پیدا کنه و کسایی هم که مهاجر هستن بیاین در اینجا و در رشد کشور تلاش کنن. بسیار سپاس از این که در برنامه ما آمدی. سلامت باشی. باز هم خیلی خوش آمدی به وطن. تشکر دعوت شما. و افتخار آفریدی. قربانتان، سلامت. خب بیننده های عزیز، این بود مصاحبه با محسن جان رضایی، افتخار افغانستان. و جهت حمایت از این گونه ورزشکارهای قهرمان باید ما شما دست به دست هم بتیم و تا جایی که توان داریم حمایت بکنیم. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، خداوند یاری آورتان بود.